شما همراهان همیشگی دکتر سلمان. به کانال خودتون در یوتیوب خیلی خوش اومدین. امروز قصد دارم از فواید بوسیدن همسر برای شما بگم. پس با من تا آخر ویدیو همراه باشید و سابسکرایب کردن ما رو فراموش نکنید. مورد اول، بوسیدن طولانی مدت در افزایش گردش خون بدن مؤثر است و میتواند ضربان قلب را تا 110 ضربه در دقیقه افزایش دهد. مورد دوم، بعد از بوسیدن طولانی مدت ریه ها فعال تر می شوند و باعث کاهش بیماری های ریوی می شوند. مورد سوم، برخی دندان پزشکان معتقدند بوسیدن یک اقدام پیشگیرانه از پوسیدگی دندان ها می باشد، چرا که می تواند جریان ترشح بزاق اسیدی دهان که باعث پوسیدگی دندان می شود را کاهش دهد. مورد چهارم، بوسته ای که بیش از 3 دقیقه باشد می تواند کاهش دهنده که استرس باشد. مورد پنجم، زوجهایی که هر روز صبح موقع خدافظی یکدیگر را میبوسند 5 سال بیشتر عمر میکنند. مورد ششم، بوسیدن طولانی باعث افزایش اعتماد به نفس در فرد میشود، چرا که متوجه حس قدرشناسی همسر خود نسبت به وی میشود. مورد هفتم، بوسیدن طولانی مدت میتواند سرعت سوخت و ساز بدن را افزایش دهد. مورد هشتم، بوسیدن میتواند در ترشح هورمون کورتیزول مؤثر باشد و در نتیجه باعث کاهش تنش و استرس شود که به سبب آن حس آرامش بخشی به طرفین منتقل میشود. مورد نهم، در فرآیند بوسیدن طولانی مدت عضلات صورت درگیر میشوند، در نتیجه باعث میشود از افتادگی پوست صورت جلوگیری شود و به سبب آن پوستی صاف خواهید داشت. مورد دهم، بوسیدن برای قلب مفید است و در فعالیت‌های قلبی و عروقی مفید و تنظیم کننده می باشد و به سبب آن می تواند در کاهش فشار خون و کلسترول مفید باشد. مورد یازدهم، کسانی که از بوسه در روابط زناشویی استفاده می کنند دیده شده کمتر از عفونت‌های معده، مثانه و خون رنج می برند. مورد دوازدهم، در فرآیند بوسه طولانی مدت آنتی بیوتیک های طبیعی در بزاق دهان ترشح می شود. همچنین بزاق داری یک ماده بیهوشی است که به تسکین درد کمک می کند. مورد سیزدهم، بوسیدن طولانی مدت می تواند در ترشح اکسیتوسین مؤثر باشد که به سبب آن کاهش اضطراب و احساس سرخوشی به شما دست می دهد. البته منظور ما بوسه های عاشقانه در روابط زوجه می باشد، به نحوی که هر دو لب در تماس با یکدیگر باشند. مرسی که با من همراه بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.